با درود به ملت عزیز ایران که در هر جای دنیا هستین عزیزان، به این برنامه رو دارین میبینین. امیدوارم که خوب و سلامت باشید. ایرانی من سربلند و سرافراز باشه. هفته دیگر اومد به خدمت شما عزیزان، در خانه پرمهر شما اومدیم. به امیدواریم که در دلهای پرمهر شما ما رو پذیرا باشید. خب عزیزان من، روزهای سختیه در ایران، واقعا روزهای سختیه، برای اینکه یک رژیمی سر کاره که من نمیدونم واقعا اصلا چیزی نمیفهمم. امروز هم میگن توی سفارتخونه نمیدونم آذربایجان حمله شده، نمیدونم اونا سفارتخونه رو دارن میبندن. نه امنیتی وجود داره، نه آسایشی، نه این رژیم ارزش میده به کسی، نه امنیت نه ارزش برای نه انسان، نه برای روابط دیپلماتیک، برای هیچ ارزش قائل نیست. یعنی یک رژیمی هست که معلوم نیست، فقط پول میبینه، دزدی رو میبینه، آدم کشی رو میبینه، قتل و نابودی یک کشور رو. خودشون هم از اول گفتن که ما اومدیم اینجا رو غصب کردیم، تصرف کردیم، به ایران در تصرف اسلام است. 3400 سال پیش اسلام اومد پدر ما رو در آورد، حالا بعد از 40 اندی سال اینا اومدن آخوندا میخوان همه چی رو غنیمت اسلام بکنن. آقا هر کشوری غنیمت خودشه، مال ملت خودشه، هر کشوری، نه فقط ایران، هر کشوری غنیمت ملت خودشه. قرار نیست که شما بیاین یک رژیم بیاد بگیره و بگه که ما آقا برای یک دین و آیین، نه دین و آیین نبایستی اصلا توی سیاست دخالت بکنه، توی کارهای کشوری دخالت بکنه. کسی که میاد میگه من برای خدا دارم صحبت میکنم، عزیزان من، شما اگه میخواییم برای خدا کار بکنین، خادم خدا باشید، بایستی خدا رو یه جوری بشناسونیم به مردم که لولو خورخوره نباشه برای مردم. خدا یک آدم غصیب و قلبی نیست که اونجا وایسه همه رو بکشه، بزنه، داغون بکنه. طبق یک قانونی هست، ولی نه اینکه هر دم بیاد هر جا رو هرج مرج بکنه، بزنه، بکشه. نه، اون خدا خدای دروغین هن، اون خدا خدای شیطانی هن. عزیزان من، ما امروز خدای حقیقی رو بشناسیم، باور بکنین زندگی ما با ببین هر آدمی، هر انسانی اگه آرامش داشته باشه در زندگی، میتونه زندگیشو با حکمت به جلو ببره. این آرامش از اون خدای حقیقی میاد. میدونم یه گیدی میگن آقا ما انسانیم، نمیدونم اصلا به دین و آیین کار نداریم. درسته به دین و آیین کار نداری، ولی اون کسی که سازنده دنیاست، شما به اون احتیاج دارین. همینجوری که یک ماشینی که ساخته میشه به مکانیکا میان، متخصصین دیگه میان که اون ماشین احتیاج داره بعضی موقع به اون مکانیک و به اون متخصصان. اینجوری نیست که ماشین ساخته بشه بگه آقا دیگه هیچ کاری نداریم، دیگه خودش هر کاری ریکاوری میکنه، هر کاری که بخواد برای خودش درست میکنه. نیست همچین چیزی. ما هم ساخته شدیم، درسته بعضی موقع به تعمیرات احتیاج داریم، بعضی موقع آرامش نداریم، بعضی موقع دلسرد میشیم از زندگی. به اون کسی که آفریننده ماست، حقیقیه، به اون اگه پناه ببریم، به تکیگاه ما اون باشه، خدای حقیقی باشه، ما میتونیم آرامش بگیریم از اون تا بتونیم تمام وجود ما رو به قول اینجا ریکاوری بکنیم، تمام وجود ما رو درست بکنیم. امروز موضوع برنامه ارزش انسان در چیست؟ واقعا ما انسان ها ارزششون در چی هست اصلا؟ هر کسی اگه بخواد برای خودش ارزش قائل بشه، برای دیگری هم ارزش قائل میشه. هر کسی که برای دیگری ارزش قائل نشه، برای خودش ارزش قائل نشه، برای هیچ کس ارزش قائل نمیشه. درست این رژیم همین کار داره میکنه با ملت ایران. امروز ما واقعا نیومدیم اینجا یک دین آیین بیاریم برای شما، بگیم که آقا این دین آوردیم، این کار بکن کن. نه، این حقیقت خداست که باید بشناسید، بخونید تا
تا افکارتون عوض بشه. خدایی که انسان با ارزش کامل آفرید، برای شما انسان‌ها ارزش قائل خداوند. در لغای 12 آیه 22 میخونیم تا 28 ببینیم چی میگه به ما. لغای 12:28 میگه پس اگر خدا که ما را آفریده در فکر پوشاک گلها هست، به این طبیعت هست، گلهایی که امروز سر می شوند و خردمند و فردا پژمرده می شوند، آیا به فکر پوشاک شما نخواهد بود؟ یعنی این خدایی که برای انسان اینقدر ارزش قائل، میگه خدا میگه انسانو به شکل خودم آفریدم، میگه وقتی در طبیعت گلهایی که آفریده اینقدر زیبا آفریده اینا رو، گلهایی که یک روز میمونن فرداش پژمرده میشن، آیا به فکر انسان نیست؟ میگه برای خوراک نیز نگران نباشید که چی بخورید چی بنوشید، غصه نخورید چون خدا روزی شما را میرساند. مردم بی ایمان تمام زندگی خود را صرف به دست آوردن این چیزا میکنن، هر روز غصه یک چیز دارن، هر روز غصه اینی میخورن که آقا فلانی فلان چیز داره من ندارم، اون یکی داره من ندارم، من چرا باید نداشته باشم؟ چون در فکر ما همیشه اینی که نگاه ما به سوی کسی دیگه است، میخوایم مثل کسی دیگه بشیم یا مثل کسی دیگه چیزی به وجود به چی میگن مثل اونا داشته باشیم، بعد هر روز افسرده و پژمرده و پریشان حال و غصه خوردن این و اون میشه به زندگی خودمون. چون برای اینکه انسان اینقدر ارزش داره، خداوند ببین میگه خیلی کم پایین تر از فرشتگان ما رو خداوند آفرید. فرشتگان روحایی هستن که میرن میان و پیام خداوند بیارن، ولی ما انسان ها ارزش ما اینقدر بالاست که حتی عیسی مسیح در جسم آمد، در جسم انسانی اومد، چون خدا برای ما انسان ها واقعا عاشق ماست، چون ما شبیه خداییم. کسی که شبیه خدای قدرت داره، پاورای بیش از حد داره، میتونه هر کاری انجام بده. عزیزان من اول باید برای خودم ارزش قائل بشم، برای زندگیم ارزش قائل بشم، برای چیزهایی که دارم ارزش قائل بشم، بعد برای کسای دیگه که نگاه میکنم چجوری میتونم نگاه بکنم بینم تجربه به دست بیارم، بینم کسایی که موفقن چجوری میرن، ولی نه حسرت اینو بخورم که اون آقا رفته مثلا الان دکتر شده من نیستم، من بازریم، اون آقا رفته مثلا سه تا ساختمون داره من یه دونه دارم. چرا اینجوری؟ نه، میتونم از تجربیاتش استفاده بکنم. اما پدر آسمانی شما به خوبی میدانه که شما به همه اینا نیاز دارید. خدا میدونه که ما چی نیاز داریم. اینی قوم اسرائیل رو از داد فریادشون در اومد، خداوند این داد فریادشون شنید، موسی رو فرستاد، گفت آقا شما برین موسی اینا رو قوم من بیارین که بیزار آزاد بشن. ولی قوم از اون همون لحظه با این باز خدا میخواست تمام زندگیشون رو درست بکنه، به جای خوب اینا رو بیاره، از همون لحظه مخالفت با خدا کرد. هزارون کار خدا براشون کرد، باز مخالفت کردن. اگه 10 دقیقه مثلا تشنه میشد آب بهش نمیرسید، دادش در اومد. بابا این همه خداوند برات کار کرد، این همه معجزه برات کرد، دریا رو باز کرد، صخره را زد، آب گوارا برات فرستاد، از آسمان برات بلدرچین فرستاد، هزارون گوشت فرشتگان رو برات ریخت. آخه دیگه
انسان کلن ناراضی همیشه، چون ارزش چیزهایی که داره نمیدونه، ارزش این دنیایی که خداوند آفریده نمیدونه، واقعا نمیدونه. اگه میدونست که این تمام این زمین رو نابود که نمیخواست بکنه، که داره نابود میشه، که اگه ارزشی میدونست نابودش نمیکرد. بنابراین ملکوت خدا را هدف زندگی خود قرار دهید و خدا خودش همه این نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت. پس ای گله کوچک من نترسید، چون رضای خاطر پدر شما در این است که ملکوت را به شما عطا فرماید. و ارزش دیگر ببینیم در متی 7 چی میگه خداوند به ما. هفت شیش میگه مرواریدهای خود را نزد خوکا نگذارید، چون قادر به تشخیص ارزش آنها نمی باشند. وقتی ما میگم چیزهای خوبی که داریم، به قدر این چیزهایی که داریم با ارزش، وقتی قدرشون رو نداریم، به خاطر همون میگه خداوند میگه ارزش خودتو بدون. کلامی که از خدا میشنوی، کارهای خوبی که در این زمین داری انجام میدی، اعمال تو خوب باشه و ارزش تو تونستی بفهمی، میگه اونا همه مرواریدن، مثل مرواریدی که کلام خدا خودش مرواریده. میگه کلام خدا کسی که نمیفهمه، وقتی براش میگی، راه رو براش باز میکنی، خدا میگه اون ارزش این مرواریدها رو نمیشناسه. شما یک آدم عادی اگه زرگر نباشه، جواهر شناس نباشه، بریم بهش مروارید بدیم، آیا اون ارزش اون مروارید میدونه؟ نه. بایستی کسی بدونه که تشخیص بده که خودش سازنده یا کار کرده اون مروارید باشه، در اون کار تجربه داشته باشه تا بشناسه ارزش اون مروارید بدونه. شما ارزش خودتونه بایستی موقعی بشناسین که خودتونو بهتر میشناسید. یه موعظه از کشیش هرمز عزیز داشتم گوش میدادم، یه مثال خیلی خوبی زد که خدا برای ما چی کار کرد ما باید بفهمیم. میگفت که در یک دیکته، در یک جزیره، وقتی مردی خانواده دختر داشتن، ارزش اون دخترها وقتی میخواستن ازدواج بکنن، ارزش اونا با گاوا مقایسه میشد. مثلا این دختر میخواستن بگیرن، میگفتن این دختر مثلا دیگه بالاترینش 5 گاو بود. مثلا میگفت دیگه این ارزشش این دختر خیلی بالاست که مریشو مثلا 5 گاو کرده، اینه با 5 گاف خریده مثلا، یا بهش هدیه داده که بیاد خونه بخت. میگی در اون جزیره یک خانواده، یه رهبری یا نمیدونم یک مقام بزرگی که داشت، یه پسری داشتن که میخواست زن بگیره و پولدار بودن، همه دخترها آرزو داشتن که اون پسر بیاد برای اونا به خواستگاری این دخترها، و دخترهای خوشگل هم زیاد بود اونجا. ولی یه مردی بود که یه دختر داشت، دختره هم لاغر بود، هم زشت بود، هم بیادب. بعد همه مثلا خانواده ها یا رفیقا میگفتن این دختر تو به یه گاو هم اگه بدی خیلی منفعت کردی، یعنی اگه یه گاو براش بدی، یه گاو بگیری این دختر تو بدی، دیگه شاکار کردی، یعنی برنده شدی. هیچ کس این دختر رو نمیگیره، با یه گاو هم حاضر نبود، چون هم بیتربیت بود، هم زشت بود، هم لاغرندام. یک روز میزنه بختی این که همون پسره که
مثلا پول داره میاد خونه این میگی من دختر تو میخوام بگیرم. مرده گفت ای این مرده پولدار، پسر پولدار اومد دختر منو بگیره. اگه یک گاو دو گاوم بوده خیلی من بردم، یعنی برنده شدم واقعا با یک گاو بتونم دخترمو بدم به این پسره. یه ذره مزه مزه که گفت خواه چون این پول داره میگم سه تا گاو میدم، سه تا گاو میخوام که دخترمو بهت بدم. به اون مرده گفت که باشه من سه تا گاو میگیرم که این دخترمو بهت بدم. پسر گفت سه تا گاو؟ این فکر کرد برای خودش که این حتما سه تا زیاد گفت، چون همه میدونستن یه گاوم بده این دخترش روی هوا میده به اون به کسی دیگه. بعد پسر گفت سه تا گاو نه، گفت خب حتما یالا میخواد بگی اصلا یه گاوم نمیدم، نصف گاو بهت میدم، یه گاو مثلا بده دیگه خیلیه. گفت من به هشت گاو دخترتو میگیرم. این یه دفعه چشاش باز شد، تعجب کرد چجوری به این دختر لاغر بی ادب من زشت من میگه هشتا گاو میده میگیره. میگه که این هشتا گاو داد این دختر گرفت برد خونه. در اون جزیره یه میسیونر یه کشیشی هم بود اسمش گفت الان یادم نیست، گفت که این اینا رو همه این خانواده رو میشناخت. یه سال بعد اومد خونه همین پسره چون شنیده بود که این دختر زشت و فلان و این پسره اربابه گرفت، میخواست ببینه که چجوری شد که اینو گرفت. رفت خونه اون پسره دید یه نفر اومد پذیرایی میخواد بکنه، دختره اصلا خوشرو خوش صحبت نمیدونم خیلی زیباییش میسی که اصلا قیافش فرق کرده. میدونی چرا این کار کرد؟ چرا اینجوری عوض شد؟ چون اون پسر بهش ارزش داد و این ارزش زندگی کردن و ارزش درونی خودشو شناخت این دختر. ارزش ما به اون بیادبی و زشتی و لاغری نیست، بلکه در درون خودمون باید خودمون رو بیابیم پیدا بکنیم که ببینیم چقدر ارزش داره. بعد دید نه این ارزشش واقعا بس اگه هشت گاو منو خرید من اون ارزش دارم که هم با صحبتهای خوب با ادب با اینکه خودم رو درست بکنم و ارزش خودم رو نشون بدم پیش کس دیگر میتونم. بس همه ای ما میتونیم. این کسی که ارزش خودش نشون داد پس خدا برای ما اینقدر ارزش قائله که چیکار کرد برای ما. قبل از که اینو بگم یه مثال دیگه میزنم. یه پسری یه نگین پدرش بهش داد، گفت که اینو ببر ببین ارزشش چنده. برد پیش یه سمساری بهش گفت که مثلا دو دلار. به پدرش گفت که داد دو دلار گفتن. گفت حالا ببر پیش یه دونه کسی دیگه. برد مثلا یه جواهر فروشی بهش داد 100 دلار. باز اومد گفت 100 دلار داد. گفت نه ببر پیش یه نفر که تشخیص میده که ببینه مثلا حقیق و الماس اینا چیه. برد پیش یه متخصص. اون گفت ارزش این 2 میلیون دلاره. پسر اومد خونه گفت که این 2 میلیون. گفت ببین چند جا رفتی ارزش اینو 2 دلار گفتن 100 دلار گفتن الان شده 2 میلیون. تو هم اگه درون خودتو بشناسی ارزش خودتو به خودت ارزش قائلی به همینجوری خودتو نمیفروشی به هر کس، پیش هر کس افتاده نمیشی. پر از دردم و شفا
آنجا که لبریز اش او فدیه شد بهر ما، او فدیه شد بهر ما. صلیب جایی سجی پر از یأس اما امید، آنجا که با خون خود او جان ما را خرید، او جان ما را خرید. آنجا که کوبید شد کلام او بی کلام، پر از ضعف اما جلال، پر از قوت قیام. صلیب و جشت بود آن نقطه بر جلجتا، پر از مریم ما حیات، پر از درد ما شفا. شفایی که جاری شد ز درد و رنج خدا، حیاتی که جاری شد ز مرگش بر جان ما، ز مرگش بر جان ما. شفایی که جاری شد ز درد و رنج خدا، حیاتی که جاری شد ز مرگش بر جان ما، ز مرگش بر جان ما. آنجا که کوبید شد کلام او بی کلام، پر از ضعف اما جلال، پر از قوت قیام. صلیب و جشت بود آن نقطه بر جلجتا، پر از مریم ما حیات، پر از درد ما شفا. آنجا که کوبید شد کلام او بی کلام، پر از ضعف اما جلال، پر از قوت قیام. صلیب و جشت بود آن نقطه بر جلجتا، پر از مریم ما حیات، پر از درد ما شفا، پر از درد ما شفا، پر از درد ما شفا. میگی مثلا من خب هیچی رو بلند نیستم، پیش اونا هیچی نیستم. نه، من هیچی نیستم. ما توانایی اینو داریم که هر کاری انجام بدیم، ولی بایستی درون خودمون اول بشناسیم و اون قدم رو ورداریم تا ارزش خود واقعی خودمون رو بشناسیم و بدونیم چی ارزشی داریم. انسان ها خداوند برایشون ارزش قائل شد. توی اشیای 53 قبل از که عیسی مسیح، 800 سال قبل از عیسی مسیح، اشعیا اینو گفته بود که کسی میاد برای ما قربانی میشه تا ما در اون ارزش و مقام بیابیم، ولی هیچ کس نمیتونه. از این میگه در نظر خدا اون مانند درخت سبزی بود که در زمین خشک شورزار رویده و ریشه دوانده باشد، اما در نظر ما زیبایی و جلوه‌ای نداشت که مشتاقش باشیم. عیسی مسیح وقتی اومد تعلیم داشت میداد، خب عیسی مسیح جا و جلالی نداشت که، قصر که نداشت، نمیدونم 6 تا
نرفته بود دانشگاه لیسانس بگیره، اومده بود خیلی افتاده، حتی در آخر به دنیا اومد، خیلی افتاده اومد به مردم تعلیم بده. به مردم ارزش کلام خدا رو نمیدونستن که عیسی مسیح چی ارزشی داره برای انسانهای دنیا. ما او را خار شمردیم و رد کردیم، همه اون رد میکردن، این همه معجزات ازش میدیدن ردش میکردن. اما او درد و غم را تحمل کرد، همه ما از او رو برگرداندیم، او خار شد و ما هیچ اهمیتی ندادیم. این همه اومد خداوند عیسی مسیح در جسم ظاهر شد، اومد که به ما انسانا واقعا اون مقام، اون جا، جلالو به ما معرفی بکنه، که بگه که شما بی ارزش نیستی، من آمدم که جان خود رو به خاطر شما بدم که شما نجات و حیات پیدا کنیم، من کوبیده شدم شما حیات پیدا بکنیم، من مردم روی صلیب شما حیات پیدا بکنید، از زخمایی که من دیدم شما شفا پیدا بکنید، ارزش خودتون رو بدونین. بعد از مرگم، اینجا که مرگ جسمانی شد، بعدنم پیش من میایین، اونجا برای شما جا و جلال آماده کردم. وقتی ارزش خودتو بدونی، ارزش کلام خدا رو بفهمی و بدونی که خدا برای تو چه میخواد در زندگی، چون پدری هست که خوشبختی فرزندشی میخواد، جا و جلال و مقام فرزندشو میخواد، که هر روز ما در خداوند رشد بکنیم، در چشم این انسانا یک آدم خوش چهره، خوش صحبت و جا باز بکنیم پیش همه، نه اینکه بد رفتار باشیم، بد کردار باشیم، همه چی رو نابود بکنیم. نه، این نه جایی برای ما باز میکنه، نه ارزشی برای ما قائل میشه، اگه این انسان باشیم که امروز جمهوری اسلامی داره این کار داره میکنه، ارزشی انسانو کم میکنه، هیچ ارزشی برای این نداره انسان ها، جوان ها رو به هیچ میگیری میکشه. بریم تو مرقس 15 آیه 2 ببینیم چی میگه به ما. آیه 12، مرقس 15 آیه 12 میگه پلاتوس پرسید ولی اگر باراباس را آزاد کنم به این شخص که میگویم پادشاهیتان از چه کنم؟ همه فریاد زدن اعدامش کن. خداوند 3 سال قدم زد با این مردم، کلی بلا تعلیم داد، کلی شفا داد، همه چیزو دیدن، ولی باز ارزشی که خدا براشون آورده بود نفهمیدن که خدا چی کاری داره برات میکنه. تا پای اعدام میره که بهت ارزش و مقام بده، بهت حیاتی دوباره بده. پلاتوس گفت چرا؟ مگر چی بدی کرده است؟ مردم صدایش را بلندتر کردن، فریاد زدن اعدامش کن. امروز هم همینه. چقدر آدما خودشونو بی ارزش میدونن، چقدر آدما برای 2000 پول گرفتن کسایی رو اعدام میکنن، جوانایی رو لو میدن، میکشن، به خاطری که
100 دلار پول بگیرن، ارزششون رو در اون 100 دلار و 50 دلار و 20 دلار رو نمیدونم به پول ایران میلیونی 10 میلیون و 5 میلیون میدونن. ارزش انسان یعنی به همون 5 میلیون و 10 میلیونه که من بگیرم یک آدم بیگناه رو بکشم اعدام بکنم، این ارزشه؟ خدا اومد به من این ارزشو داد یا خدا اومد به من گفت که من آمدم تا تو ارزش خودتو بدونی، بدونی چی مقامی داری پیش خدا، بدونی چی مقامی در این زمین داری، بدونی من به تو چی دادم در روی زمین، تشخیص بدی که چی داری. هیچ کس تشخیص نمیده که چی داره، چون ما اینقدر نزدیک رو میبینیم یه ذره دید ما رو دورتر نمی کنیم، یه دید ما رو بیشتر و وسعت نمیدیم بهش که یه ذره دورتر رو ببینیم. همیشه میخوایم جلو و پای ما رو ببینیم. ولش کن، امروز همین 5 میلیون بگیرم فعلا، یه نفر رو اعدام بکنیم، یه نفر رو بکشیم، بذار زندگیم بره. نمیگه فردای ایران اگه آزاد بشه تمام دنیا باید بیان اونجا کار بکنن، اونجا کمپانی ها باز میشه، اقتصادش خوب میشه، نمیدونم فرهنگش عالی میشه، تو کار داری فردا، شخصیت داری، ارزش داری در ایران. اینو دیگه نگاه نمی کنه. میگم همین دو قدمی رو نگاه میکنه، دورتر رو نگاه نمی کنه. نمیفهمه در فردای آینده چه ارزشی داره. و اینام که عیسی مسیح برای اینا داشت میگفت نمیدونستن که در فردای آینده در ابدیت چه ارزشی خدا برای اینا قائل شده، چه تاجی که باید سر اینا بذاره، چه زندگی برای اینا در اونجا آماده کرده. اینو نمیفهمن چون امروز خوشی امروز نگاه میکنه، امروز سر کسی رو کلا بذاره، امروز نمیدونم قالتاق بازی در بیاره، امروز یه نفر رو بکشه، امروز دواقتیر 2000 پول تمام وجودشو کثیف بکنه. اگه ما ارزش خودمونو بشناسیم، درون خودمونو بفهمیم که هستیم و بدونیم خدا برای ما چی کار عظیمی انجام داده، هیچ کس نمیاد فرزند خودشو برای تو برای اعدام بکنه، صلیب بکشه که تو فردا بتونی حیات داشته باشی، تو بتونی در فردای آینده در پیش خداوند جلال داشته باشی. بس امروز عزیزان ارزش واقعی خودتونه بدونین. در یعقوب 4:2 میگه در حسرت چیزی به سر میبرید که ندارید، پس دستانتون را به خون آلوده میکنید تا آن را به چنگ آورید. در آرزوهای چیزهایی هستید که متعلق به دیگران است و شما نمی توانید داشته باشید، پس به جنگ و دعوا می پردازید تا از چنگشان بیرون بکشید. علت این که آنچه می خواهید ندارید این است که از خدا درخواست نمی کنید و دلتون پر از شرارته. انسانی که دلش پر از شرارت باشه نه ارزش خودش میدونه، نه ارزش اطرافش میدونه، نه ارزش اون جایی که زندگی میکنه میدونه، نمیتونه خودشو به اون ارزش واقعی برسونه چون دیدش کمه، وسعت دیدش کمه که خودش یه ذره جلوتر ببره. همیشه در فکر انسان ها همیشه همین بودن، از اول ابتدای آفرینش که خدا یک بارم زمان نوح همه رو نابود کرد، پشیمان شد اصلا از اینکه این مردم رو به این جهان آورد و آفرید. از آفریده انسان ها پشیمان شد، چرا اینا رو به وجود آوردم من؟ امروز هم بس من ارزش خودم رو پیش مردم، پیش همسایه، پیش کارمندم، پیش رئیسم، پیش نمیدونم هر کسی، اگه ارزش خودم بدونم طوری رفتار میکنم، طوری برخورد میکنم، طوری صحبت میکنم که همه
بگن عجب آدم خوبیه این، ارزش داره که به این یک مسئولیت بیشتری بدیم، ارزش داره که به این فردا این پیشرفت بکنه، نه برای که یه نفر بفروشم توی کارم هستم رئیس من $100 بیشتر به من بده، ارزشم در اون $100 نباشه. امروز بیایم ارزش‌های خودمون رو دریابیم عزیزان من، بدونیم که انسان اینقدر با ارزش است که خدا یه جسم پوشیده در جسم آمد، روی صلیب رفت به خاطر که گناه‌های ما پاک شه، به خاطر که اشتباهاتی که کردیم نمیفهمیدیم همه رو خداوند با خونش پاک کرد، اعدام شد، صلیب شد، مرد، کوبیده شد، شکنجه شد تا به انسان ارزش واقعیش رو پیدا بکنه و بهش ارزش بده، بگه من به خاطر تو جان خودم میدم که تو حیاتی دوباره بیابی، بعد از مرگم بیای اونجا به یک جا و جلالی داشته باشی. پس امروز عزیزان من ارزش‌های ما رو دریابیم و اگر میخوایم زندگی بهتری انجام بدیم با تفکر، با افکاری نو بتونیم زندگی رو به پیش ببریم و بدونیم که در آینده روشن و زود ایران ما اگه عوض بشه، ارزش هر ایرانی هم عوض میشه، پیش تمام دنیا ایرانی ارزش و مقام پیدا میکنه، به تمام این دنیا باید بیاد فردا برای ایران ایرانی کار بکنه، به خاطری که ایران خداوند اینقدر ثروت بهش داد که میتونه، ولی ما باید اول بفهمیم چطوری میتونیم به اون ارزش والا برسیم، چطوری میتونیم عوض بکنیم زندگی ما رو، با نشستن توی خونه، با نمیتونم، نمیشه، اینجوری زندگی پیش نمیره، افکار منفی داشتن زندگیت پیش نمیره، باید افکاری نو داشته باشی تا ارزش تو انسانهای دیگر ارزش تو دریابن، بگن تو انسان با ارزشی هستی، کشور خوبی داری، کشور ما با ارزشه. اینجور نیست که این جمهوری اسلامی الان هر لحظه هر خاکشو نابود داره میکنه، دریاچه‌هاشو نابود میکنه، هواشو داغون کرد، نه. پس امروز بیایم عزیزان کاری انجام بدیم، دست و در دست هم بیایم ایران رو دوباره بسازیم، ارزش‌های واقعی ما رو دریابیم دوباره، به اون ایرانی باشیم که خدا اون ارزش به ما داد. واقعا دوست دارم که ایرانی من سربلند و سرافراز باشه عزیزان من، واقعا دوست دارم که ایران من روزی آزاد بشه و ارزش‌هاش شناخته بشه و ارزش هر انسان ایرانی شناخته بشه در دنیا، که ما رو در چشم تروریست نگاه نکنن. هرچند این جوانای ما کاری انجام دادن که ارزش ایرانی‌ها رو یه ذره برد بالا، ما رو به چشم دیگه تروریست نگاه نمی‌کنن، بلکه میدونن ما انسان‌های رنج دیده در کشوری هستیم، در زندانی هستیم که یک ایده نادانان به شریران شیطان صفتان ما رو گرفتن، دور ما رو حلقه زدن و ما رو نمیذارن ما پیشرفت بکنیم، ما رو نمیذارن کاری انجام بدیم. بس امروز خودتو دریاب، ارزشتو دریاب. شما رو به خدای بزرگ میسپارم عزیزان، امیدوارم که شاد و سربلند باشید، ایرانی من سربلند و سرافراز باشه. بدرود تا درود دیگر.